اینقدر سوال راجع به این پرسیده بودید که چجوری میتونیم یک زنگ دلخواه رو بذاریم به عنوان زنگ آیفون که تصمیم گرفتیم یه برنامه براش بسازیم. بچه‌ها برنامه گاراژ بند یک برنامه پیش‌فرض برای خود آیفونتونه که اگر هم اشتباهاً پاکش کردید اصلا ایرادی نداره، میتونید برید توی اپ استور دانلودش کنید. گاراژ بند رو که باز کنید یک همچین صفحه‌ای برای شما باز میشه. منم یه ذره میام جلوتر. توی این صفحه شما تمام سازهای مختلف و کارهای مختلف رو میتونید انجام بدید، اما چیزی که ما باهاش کار داریم اودیو ریکوردره که این رو که باز کنیم یک همچین صفحه‌ای برای ما به صورت تنظیماتی برای ضبط صدا میاد. این گزینه اینجا که چند خط کنار هم دیگه هست، روی هم دیگه هست رو کلیک میکنیم و تایملاینمون باز میشه. اینجا ما الان تقریبا 8 بار تایملاینمون اصطلاح موسیقیاییش که خودمونیش میشه 8 ثانیه. این به اضافه بغل رو اگر دقت کنید، این به اضافه رو کلیک میکنیم و اینجا این 8 بار رو میکنیم 30 بار. چرا 30 بار؟ به خاطر اینکه کل رینگتون آیفون میتونه 30 ثانیه باشه و بیشتر از اون ممکنه که به ما خطا بده، ارور بده. همینجوری که الان داریم میبینیم اینجا ما این گزینه خط خطی هست، یک خط اینجوری کنار ستینگمونه، این رو میزنیم و اینجا وصل میشه به اپل لوپس و فایلز. شما حواستون باشه اینجا فایلز رو بزنید و از این پایین براوز آیتم فایلز رو کلیک کنید. خب توی فایل هاتون هر جایی که هر چیزی رو دانلود کردید، با سافاری، با یک دانلودر، با هر چی، فقط کافیه روش کلیک کنید، یک همچین صفحه ای باز میشه و از اینجا بگیرید و بکشیدش، بندازیدش توی این تایملاینی که اینجا داریم. به همین راحتی یه بار روش کلیک کنید میتونید اول و آخرش رو جابجا کنید، میتونید عقب و جلوش کنید و هر کاری که باهاش نیاز داشتید کاتش بزنید، هر کاری لازم بود میتونید باهاش انجام بدید. پلی میکنیم. این موزیک بسیار زیبا. حالا تا اینجاش این گزینه فلش بالا سمت چپ رو کلیک میکنیم و مای سانگ رو میزنیم. به عنوان مای سانگ 2 توی گاراژ بند فور iOS برای ما سیو شد. تنها کاری که لازمه بکنیم اینه که روی مای سانگ 2 کلیک کنیم و این پایین گزینه شیر رو بزنیم. گزینه شیر رو که بزنیم سه تا اینجا برای ما آیکون میاره، به عنوان یک آهنگ، به عنوان رینگتون و به عنوان یک پروژه. من رینگتون رو انتخاب میکنم، کانتینی رو میذارم که 30 ثانیه رو رعایت کردم و اسمش رو هم میذارم لست مثلا و توی رینگتون هم اکسپورت رو میگیرم. به همین راحتی برای من اکسپورت گرفته میشه و از اون طرف میریم توی تنظیمات تا از آهنگمون استفاده کنیم. خب اینجا توی تنظیماتمون میایم توی ساوند اند هپتیکس و توی گزینه رینگتون همین جایی که میبینید کلیک میکنیم و الان من لست. به همین راحتی آهنگ زنگ من به طور کامل اون چیزی که میخواستم شد و بک رو میزنم و میبینیم که آهنگ زنگ گوشی من همون چیزیه که دوست دارم. خیلی ممنونم که امروز با من همراه بودید. امیدوارم که این آموزش رو هم دوست داشته باشید. تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. هر سیبی سیبب نیست. جهت دانلود اپلیکیشن به www.sibab.com مراجعه فرمایید.